خوش آمدید به صفحه دو. من فرناز قاضی‌زاده هستم. سفر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران به روسیه در حالی انجام شد که رسانه‌های داخلی و نزدیک به طیف سیاسی او از یک نامه مهم و تاریخی صحبت می‌کردند که رهبر جمهوری اسلامی نوشته و قرار است آقای قالیباف شخصاً به رئیس جمهوری روسیه تحویل دهد. سفر انجام شد اما دیدار آقایان قالیباف و پوتین به دلیل آنچه پروتکل‌های بهداشتی خواندند لغو شد. در نهایت رئیس مجلس ایران نامه‌ای که گفته می‌شد تاریخی و مهم است را به رئیس دوما تحویل داد. این نامه درباره چه نوشته شده؟ چرا تاریخی و مهم است؟ آیت الله خامنه‌ای در مناسباتی که اخیراً با آقای پوتین پیدا کرده بارها برایش پیام‌هایی فرستاده، بیشتر توسط علی اکبر ولایتی که مشاور بین‌المللی اوست و از 40 سال قبل امینش. چرا این بار او نرفت؟ چرا نامه را وزیر خارجه نبرد که به قول خودش تعداد سفرهایش به روسیه از شمار خارج است؟ چرا رئیس جمهوری روسیه آقای قالیباف را نپذیرفت؟ آیا این یک سیگنال دیپلماتیک است یا یک افتضاح سیاسی؟ در هر کدام از این صورت‌ها معنایش برای ایران چیست؟ سه میهمان داریم. افشار سلیمانی با ماست، استاد روابط بین‌الملل و دیپلمات پیشین از تهران. مرتضی فیروزی، تحلیلگر روابط بین‌الملل، باز هم از تهران. و تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام و آشنا به روابط ایران و روسیه. خیلی متشکرم از هر سه آقایون. آیه سلیمانی، از شما آغاز می‌کنم. شما دیپلمات هستید، آشنا به پروتکل‌های بین‌المللی و دیپلماتیک. اتفاقی که افتاده چقدر معمول و نرمال هست که آقای پوتین رئیس مجلسی رو با این شرایط نپذیره، در حالی که یک بار هم قبلا آقای قالیباف در آذر ماه قرار بوده بره، سفر رو به تعویق انداختن که بتونه حتما آقای پوتین رو ببینه. بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان عزیز و بینندگان محترم. ببینید، در روابط ایران و روسیه که فراز و نشیب‌های زیادی رو طی کرده، هم در گذشته هم بعد از انقلاب و در طول 4 سال اخیر، هم در دوره‌ای که شوروی بود و هم در زمانی که به هر حال شوروی فرو پاشید و روسیه از دلش در اومد، این فراز و نشیب‌ها رو ما داشتیم. اما این موضوع هم که اتفاق افتاده در روابط ایران و روسیه به لحاظ مسائل پروتکلی هم حادثه جدیدی نبود، اما آنچه که جدید بود این هستش که به هر حال آقای قالیباف حامل پیام مقام رهبری بوده. در هر اصل ما در گذشته هم در روابط ایران و روسیه این رو داشتیم. اصولا روس‌ها یه مقدار با خلف وعده و یه مقدار با برخی بازی کردن‌ها مخصوصا در این زمینه‌ها با مهمانانشون برخورد می‌کنن. ما در دوره‌های مختلف این رو شاهد بودیم. حالا چون وقت نیست من به اونها اشاره‌ای نمی‌کنم. متوجه. به هر تقدیر به نظر شما، بنابراین که خیلی کوتاه بگیم، به نظر شما آیا این به لحاظ دیپلماتیک معنای سیاسی خاصی داره یا نه؟ ببینید، از اونجایی که با توجه به خبرهایی که رسماً بنده دیدم قبل از اینکه آقای قالیباف سفرشون رو انجام بدن، چون ملاقات با آقای پوتین رو گفته بودن انجام نمیشه. یعنی به هر حال اینطوری نبوده که این سفر انجام بشه، وقت ملاقات داده باشن و در مسکو اعلام بکنن که این دیدار انجام نمیشه. چون که از قبل طرف روس اعلام کرده بوده که آقای قالیباف با آقای پوتین دیدار نخواهند داشت، به نظر من خیلی در اینجا گردن روسیه نباید انداخت. به هر حال آقای قالیباف میتونست نره یا میتونست حداقل پیام مقام رهبری رو نبره که اونجا به هر حال تحویل رئیس مجلس بده. بله. آقای فیروزی، معمولا در این پیام‌های آیت الله خامنه‌ای چی هست که باید اینطوری کتبی به این شکل داده بشه؟ چون قبل از این هم یکی دو بار دیگه شنیده بودیم که پیام خیلی مهمی توسط یک مقامی، حالا مقام‌هایی که پیشتر رفتن و آقای پوتین رو هم دیدن، مثلا آقای دهقان، آقای ولایتی، ارسال شده برای پوتین. با سلام خدمت شما و مهمانان گرامی و بینندگان عزیز. واقعیت امر اینه که این نوع پیام ها قاعدتا در گسترش روابط دو جانبه موثره، اما اگر پیام خیلی پر اهمیت بود من فکر نمی کنم اینقدر سر و صدا می شد. یعنی اونها قاعدتا این نوع پیام ها و پیام هایی است که اگر بسیار کلیدی و اساسی باشه حتی به صورت پنهان رد و بدل میشه، نه به صورت خیلی آشکار و به این گونه. این ادعا از طرف نزدیکان آقای قالیباف مطرح شده که این یک پیامی است که پیامی است تاریخی
و بسیار اساسی و مهم در روابط دو کشور و آینده سازی همچین چیزی مثلا؟ اگر چیز متاسفانه به نظر میاد صدای شما رو ما مشکل داریم برای دریافتش آقای فیروزی. اجازه بدین این مشکل برطرف بشه، ما برمیگردیم به شما. من آقای عطابکی رو میخوام وارد بحث بکنم. آقای عطابکی، شما به دقت مسائل داخلی روسیه رو دنبال میکنید، روابط دو کشور رو هم سالهاست که دنبال میکنید. برای شما این اتفاق از چه منظری اهمیت داره؟ به نظر شما اصلا اهمیت دیپلماتیک داره به اون شکلی که تا حالا دیده شده؟ بسیار اهمیت دیپلماتیک داره. یعنی از جار و جنجالی که وجود داره و پیش اومده در حوزه این دیدار بگذریم. این نپذیرفتن آقای پوتین یک پیام بسیار روشنی داره و اونم اینه که روسیه در موقعیتی نیست که به راحتی وضعیت فعلی رو تغییر بده. من گمان میکنم که آنچه که جمهوری اسلامی، شخص خامنه ای و دیگران در پیش هستند بر پایه ایجاد یک رابطه بسیار راهبردی با روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه، و به ویژه در وضعیتی که در ایالات متحده امریکا دموکرات‌ها به قدرت رسیدن و به ویژه در شرایطی که روسیه داره رصد میکنه تا ببینه که در رابطه بین ایران و روسیه چه برگ تازه‌ای خواهد خورد، و در حال حاضر تلاشی که در حقیقت دولت ایران جمهوری اسلامی میکنه که به گونه ای این فضا رو مهندسی کنه و پیام تازه‌ای به آقای پوتین بده، مورد پسند و خورند سیاست‌گذاری‌های روسیه نیست. همینجا اشاره کنم که در حاشیه این دیدار گفته شده بود که این دیدار با هدف در حقیقت ارتقاء سطح همکاری اقتصادی دو کشور، مسئله فروش نفت و از این دست، و از همه مهمتر مسئله برجام. در حال حاضر مسئله برجام چنان ناروشنی‌هایی برای دولت روسیه داره که نمیخواد به هیچ در حقیقت تعهدی در قبال این مسئله با ایران تم بده. امیدوارم که آقای فیروزی وصل شده باشید و صحبت‌های آقای عطابکی رو هم شنیده باشید. شما نظرتون چیه در این مورد؟ عطابکی رو شنید. ناکنین بعید میدونم که موضوع برجام بوده باشه، و اگر هم موضوع برجام بوده باشه با توجه که سفری که اخیراً آقای ظریف اونجا داشته، حالا آقای قالیباف مثلا میخواست تعقیب بکنه، چون این خیلی به ذهن متبادر نیست که چنین چیزی بوده باشه. من تصور میکنم، چون من شنیدم که سفر بنا بود در آذر ماه انجام بشه، به تأخیر افتاد و حالا در این زمان برپا شد، و لذا چیز خاصی نباید در رابطه با برجام باشه. برای اینکه ایران موضعش در مورد برجام تقریبا مشخصه و موضع روس‌ها مشخصه، و خب امریکایی هم که، یعنی میگید مشاوران و نزدیکان آقای قالیباف برای چی پس فکر میکنید که این رو گفتن که این یک پیام بسیار مهم؟ استنباط من اینه که مشاوران و دوستان آقای قالیباف، چون گفته میشه یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری آقای قالیباف خواسته بوده باشه، خواستن که یک در واقع پرستیژ سیاسی در بعد سیاست خارجی برایشون دست و پا کنن، که اتفاقا به نظر من این دو بعد داره. یعنی اگر چنین هدفی داشتن، ممکنه برای الیت سیاسی ایران و نظامی ایران این یه اعتباری رو به پایشون می آورد، اما با توجه به در واقع فرهنگ سیاسی تاریخی ایران که نسبت به روسیه چهره بدی رو در ذهن خودش داره، لذا من استنباطم اینه که این اثر منفی میذاره، چون میدونین که بلاز تاریخی از زمان فتلی‌شاه و دو جنگ و بعد هم پیمان گلستان و ترکمنچای بگیرین تا بیاین جلو به توپ بستن مجلس. یعنی میفرمایید این اشتباه استراتژیک آقای قالیباف و مشاوران اوست؟ استراتژیک نیست، یعنی در بین توده ها اثر منفی داره. این یک چیز امر طبیعی است که هر کسی که جامعه ایران رو مورد بررسی قرار داده، دو کشور از کمترین محبوبیت برخوردارن، یکی روس یکی هم انگلیس،
و این در بین توده ها همیشه بوده، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و همچنان هم ادامه داره. و اگر ایشون با این هدف رفته باشه، ممکنه برای الیت سیاسی در مقابل اونها یک اعتبار باشه، اما در بین توده های مردم اثر عکس خواهد داشت. آقای سلیمانی، اساساً چرا این سفرهای متعدد توسط مقام‌های متفاوت و متعدد از ایران به روسیه انجام میشه؟ آیا این معمول و نرم هست که چنین سفرهایی به این شکل صورت بگیره؟ بله، خب کلاً در روابط دو جانبه همه کشورها سفرها در سطوح مختلف و سوی مقامات مختلف انجام میشه، چون مناسبات زمینه های مختلفی داره. یعنی روابط پارلمانی ما داریم، متوجهم، ولی به نظر نمیاد که در مورد ایران و روسیه کمی بیش از حد شده یا بیش از حد به چشم میاد این سالهای اخیر؟ خب ایران ببینید در سیاست خارجیش بیشتر با روسیه به عنوان و مثلا در منطقه چین و حتی در جهان با روسیه ارتباط داره، بنابراین تعداد سفرهاش هم به روسیه بیشتره. شما میبینید که خود آقای ظریف میگن حدودا 30 سفر فقط آقای ظریف انجام دادن، ضمن اینکه ما در گذشته هم عرض کردم داریم کلا اصولا روس‌ها از بحث ایران به عنوان یک کارت هم استفاده کردن. یعنی اینطوری نبوده که روسیه و ایران مناسباتشون نعل به نعل پیش رفته و همه توافقات اجرا در اومده. اینطوری نبوده. من مثلا مثال میزنم، ببینید سال اسفند سال 79 جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت به دعوت آقای پوتین مسکو رفتن و در همون سفر از شهرهای تاتارستان و سن پترزبورگ هم بازدید کردن. ببینید در همون سفر همزمان با حضور آقای خاتمی در مسکو وزیر دفاع روسیه در واشنگتن بود. ببینید یعنی اینکه روسا با یه تیر چند تا نشون میزنن، میخوان نشون بدن که وقتی با طرف ایرانی تماس دارن به آمریکا، به غرب، دیگران هم یه پیامی میدن که شما فکر نکنید ما خیلی مثلا عمیق داریم میریم جلو. ببینید الان مثلا وزیر دفاع ما در اونجاست، آقای خاتمی هم در اینجاست، در صورتی که در تیم مذاکراتی دو طرف مثلا وزیر دفاع هم به عنوان یکی از زمینه‌هایی که ایران با روسیه همکاری میکنه بحث‌های دفاعی نظامی هست. متوجه شدم. الان آقای اتابکی هم همچین اشاره‌ای کردن. نظر شما راجع به این صحبت‌هایی که مطرح شد چی؟ آیا شما با نظر آقای اتابکی موافق‌ترید یا با نظر آقای فیروزی؟ که آقای اتابکی اگه بخوام جمع‌بندی کنم، معتقد بودن که روسیه می‌خواد فرار کنه از این حالتی که ایران می‌خواد او رو انگار در یک منگنه‌ای قرار بده برای یک تصمیم‌گیری که ممکنه براش آماده نباشه. من ببینید با توجه به اینکه آقای بایدن اومده تازه به هر حال کاخ سفید، خب طبیعتا روسا ملاحظات آمریکا رو دارن، همیشه دارن، یعنی این تازه هم نیست. مثلا ما در گذشته هم قرارداد پنهانی گور چرنومردین رو داشتیم مخفیانه با آمریکا، آقای الگور و آقای چرنومردین نخست وزیر وقت، اونشون هم معاون اول بود، امضا کرده بودن که در مورد ایران محدودیت های روسیه در قبال آمریکا پذیرفته بود. این بعدن البته رو شد. خب طبیعتاً امریکا اول ملاحظات آمریکا رو در نظر میگیره، ملاحظات اسرائیل رو هم در نظر میگیره. جراهای سیاست خارجی ایران و روسیه متفاوته. ببینید در شرایطی که روسیه با مثلث امریکا، عربستان و اسرائیل روابط داره و تماسهای مستقیم داره، علارغم اینکه ممکنه بالاخره مخصوصاً با امریکا اختلافاتی هم دارن، اما این تماسها هست. ایران با این سه کشور هیچ ارتباطی نداره و خب همیشه گام به جلو هست از سوی روسیه. ما دیدیم در گذشته. اساساً به هر حال هر کشوری برای اینکه روابط دیپلماتیک منطقی داشته باشه معمولاً با یک توازنی با همه کشورها رفتار میکنه. آقای اتابکی، چقدر این مسئله رو مسئله داخلی میبینید؟ چقدر مسئله بین‌المللی هست؟ با توجه به اینکه آقای قالیباف از طرف خیلی از گروه‌های داخلی مورد انتقاد قرار گرفته که با مطرح کردن نامه آقای خامنه‌ای خواسته اهمیت این سفر رو بالا ببره و با این اتفاقی که افتاده در واقع یک آبروریزی رو ایجاد کرده. اجازه بدید یک اشاره تاریخی بکنم و نخست در آغاز صحبتم گفتم که ایران و روسیه دارای یک رابطه راهبردی نیستند. و اشاره تاریخی من اینه که ما یه زمانی که قرارداد ترکمنچای رو داشتیم، یکی از مفاد قرارداد ترکمنچای این بود که دولت روسیه تزاری پادشاهی ولیعهد اون زمان عباس میرزا رو تضمین میکنه و پادشاهی رو در خاندان قاجار ضمانت میکنه. در حال حاضر روسیه در شرایطی نیست که تن به یک رابطه راهبردی با ایران بده و
پای اون رابطه پاربردی با ایران بایسته و خطرات هر احتمالی رو که ما نمیدونیم چه پیش خواهد آمد به خاطر اینکه وضعیت بسیار بسیار پیچیده است و غیر قابل پیشینی رو به جان بخره. بنابراین تلاش ایران رو، دولت جمهوری اسلامی رو، من میتونم بفهمم که تلاش میکنه نه تنها با روسیه، با چین هم رابطه راهبردی داشته باشه. اما اکراه از اون طرفه، روسیه ضمن این که میخواد رابطه کاملا صمیمانه نه اما به هر صورت دوستانه ای با همسایه جنوبیش خواسته باشه، اما تن به رابطه راهبردی نمیده. همینجا اشاره کنم که فروکاستن این اتفاقی که افتاده، این خاری که نصیب دیپلماسی ایران شده، به این که در حقیقت یک مسئله داخلی بوده، نمیدونم نماینده آقای قالیباف شتاب زده رفتار کرده، آن یکی است آن خطا رو کرده، به نظر من کار درستی نیست. در حقیقت این اتفاقی که پیش آمده باید به دقت رصد بشه. اگر قرار بود که آقای قالیباف پیامی نده، حامل پیامی برای پوتین نباشه، بیت رهبری میتونست خیلی صراحه بگه که این دیدار ربطی به بیت رهبری نداره، این دیدار یک دیدار بین دو رئیس مجلسه و در همین محدوده میتونه در حقیقت تعریف بشه. اما همه توجهشون به این بود و این رو در بوق و کرنا هم دمیدند که این حامل یک پیام بسیار بسیار تاریخی کارساز هستش و حالا میبینیم چه به سر این پیام تاریخی و کارساز و حامل این پیام ها. متوجهم. اتفاقا از طرف بعضی از روزنامه‌های اصولگرا هم خیلی انتقاد شد. آقای محمد مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی علیه آقای قالیباف نوشته و گفته که در واقع او میخواد به نوعی جای قاسم سلیمانی رو پر کنه در حالی که در اون حد اندازه ها نیست. آقای فیروزی، شما راجع به هم این صحبتی که آقای مهاجری مطرح کرده هم صحبت آقای اتابکی چه فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید که آقای قالیباف هست که یک اشتباه کرده یا فراتره؟ بله، واقعیت هم اینه که باید اطلاعات دقیق داشته باشیم که در پس پرده چه گذشت. واقعا نمیشه از روی در واقع بگونه پیشبینی کردن ها ما قضاوت بکنیم امری که واقع شده. اما اینکه جناب آقای دکتر اتابکی فرمودن، این سخن درستی است. رابطه ایران و روسیه به دلایل متعدد نمیتونه استراتژیک بشه. دلایل بسیار زیادی داره. یکی اینکه خب روسیه در حوزه تمدنی غربه و این نمیشه که شما هم غرب رو نفی بکنین و هم با یک کشوری که در حوزه تمدنی اونجاست رابطه استراتژیک داشته باشید. دوم اینکه اقتصاد ایران با اقتصاد روسیه همپوشانی ندارن. یعنی اینکه ما همه تلاشی که در طی این 40 سال با همه فراز و فرودهایی که رابطه دو جانبه داشته هرگز نتونسته یه عدد و رقم قابل توجهی باشه. و عددها همیشه نها کنین، الان مثلا در 2019 در حدود 1.6 میلیارد دلار کلن بوده روابط تجاری. بله. که 1.200 اونا صدر پنگوندن. بنابراین میفرمایید آقای فیروزی این روابط نمیتونسته استراتژیک باشه، پس این اصراری که در این سالهای اخیر میبینیم به نظر میاد که اصلا دیگه غیر قابل پوشاندن هست. این علاقه ای که از طرف مقام های جمهوری اسلامی هست به این که رابطه با روسیه خیلی جدی تر بشه، این از کجا میاد؟ به هر حال حتما تیم وزارت خارجه، سیاست خارجه ایران همین چیزهایی که کارشناسانی مثل شما میدونن رو در جریانش هستن. مقایسه کنین همین کار رو با چینی ها. با چینی ها رابطه ایران با چین در از کمتر از چند سال حدود 20 برابر افزایش پیدا کرده، ولی اما رابطه ایران و روسیه اتفاق نمیفته، برای اینکه هر دو تا صادرکننده نفت و گاز هستند و هر دو در یک رقابت فشرده حضور دارند. درسته که الان اون رهبری اوپک پلاس رو به عهده داره و ایران هم واقعا امرینه که در اوپک بسیار تضعیف شده به دلیل تحریم ها و سطح تولید پایین، لذا این همپوشانی وجود نداره به لحاظ اقتصادی. اما به لحاظ سیاسی به نظر من روس‌ها به دنبال این هستن که ایران هرگز وارد حیطه روابط دوستانه با غرب نشه و در واقع مرزهای جنوبی روسیه از طریق ایران امن باشه، به ویژه اینکه با اومدن آقای بایدن و بازگشت به سیاست‌هایی که در واقع یه نوع منطقه در شکاف در واقع آتلانتیک رو پر کرده
و میره به این سمت که یک بار دیگه ناتو رو احیا بکنه و ممکنه ناتو باز هم به سمت شرق حرکت بکنه و همون کاری که حالا آقای سلیمانی افشار عزیز فرمودن، بله این قرارداد پنهانی وجود داشت که اینها دفاع نکنن از ایران و کمان که ما دیدیم که در زمان شش خطنامه‌ای که بر علیه ایران صادر شد، بله، در شورای امنیت سازمان ملل متحد تمام شش خطنامه رو روسیه رأی مثبت داد متوجه. و هیچ گونه رأی ممتنع هم نداد. بنابراین شما هم معتقدید که روسیه اگر لازم باشه با اروپا و آمریکا خودش رو تنظیم خواهد کرد. اجازه بدید من یک چیز دیگر اینجا مطرح کنم. آقای سلیمانی، شنیدیم که آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات ایران در یک مراسمی در شهر زنجان گفته شعار انقلاب ایران نه شرقی و نه غربی بود، یعنی اشاره به همین داستان که ما چرخشی که به شرق می‌بینیم هم درست نیست. به نظر میاد که تیم دولت تا حدی دارن روی این موضوع تاکید میکنن. گفته شده که وزارت خارجه ناراحت بوده از سفر آقای قالیباف، گرچه که تکذیب شده از طرف مقام‌های وزارت خارجه. اما دقیقاً بحث الان همین هست. اگر که روسیه مطمئن نیست، اگر که سابقه این رو ما داریم با روسیه، چطور هست که الان در رده‌های از جمهوری اسلامی تا این حد این چرخش رو می‌بینیم؟ نظر شما چیه؟ ببینید، اصلا عرض میکنم من شاهد این مسائل بودم. روابط ایران و روسیه کلن در چند سال گذشته، حتی از یعنی بس از زمان آقای هاشمی رفسنجانی که در مجلس دوم اون موقعی که حتی رئیس مجلس بود، قرار بود رئیس جمهور بشه، حالا صحبتش بود، یعنی اینا رفته بودن اون موقع روسیه، اصطلاح شوروی البته، رفته بودن تحویل گرفته شده بودن و اینا. بعدن که فروپاشی شد، از اون موقع ما این فراز و نشیب ها رو داشتیم. یکی از دلایلی که این به اصطلاح همین عدم توازنی که در سیاست خارجی ایران وجود داره و قطعا روسیه و حتی کشورهای دیگر هم از این سوء استفاده میکنن، خب یکیش همینه. ببینید، ما بیشتر در الفاظ با روسیه و بعضی از حوزه ها همکاری جدی تری داریم. اصولا مناسبات استراتژیک کشورها در سه سطح تعریف میشه: اتحاد استراتژیک، شراکت استراتژیک و همکاری استراتژیک. ایران در دو سطح اول هیچ گونه مناسبات استراتژیکی با روسیه نداره و نمیتونه داشته باشه. پس این همه نامه نگاری برای چیه؟ نامه های آقای خامنه ای برای چی به روسیه و پوتین میره؟ چرا پوتین میاد تهران با آقای خامنه ای دیدار میکنه؟ چرا صحبت از چرخش به شرق است؟ علنا صحبت میشه راجبش؟ ببینید، اصلا بنده به سهم خودم اصلا بحث شرق و غرب رو به معنی پیشا جنگ سرد و پیشا شوروی قبول ندارم. ببینید، این مقوله شرق و غرب مال اون دوره است، مال دوران جنگ سرد. اصلا این شرقی که الان به کار برده میشه با اون شرقی که اون موقع مطرح میشد و حتی همین غربی که اون موقع مطرح بود الان نیست. بحث اینه که ما آلترناتیو داشته باشیم، پلورالیسم در سیاست خارجی، همه جانبه گرایی در سیاست خارجی و توازن در سیاست خارجی وقتی نباشه، لاجرم این اتفاقات میفته. چون وقت کم هست، من میخوام از آقای بکی بپرسم که به نظر شما آیا این برای آقای قالیباف، اگه خیلی کوتاه بگید، برای آقای قالیباف که مشخص است نظری به ریاست جمهوری در سال آینده داره، دست کم از شواهدی که الان میبینیم، چه معنای سیاسی میتونه داشته باشه؟ اگه کوتاه بگید آقای عطابکی. معنای بسیار بسیار بدیه، به خاطر اینکه ما میدونیم که اون حلقه کوچک کرملین رابطه بسیار خوبی با یکی از جناهای حاکم در ایران داره و اونم آقای روحانیه و آقای ظریفه. ما از پیوندهای لاوروف و ظریف بسیار شنیدیم و همینطور از احترامی که پوتین برای آقای روحانی داره. اما در اینجا دخالت ناشیانه قالیباف به این شکل و این سراسیمگی که از خودش نشون داد، مطمئنن در کارزار تبلیغاتی به ضد خودش تبدیل میشه. آقای فیروزی، میخوام جنبندی شما رو هم بدونم. از کل تصویری که امشب در این برنامه دیدیم و ظرف چند روز گذشته در مورد این سفر آقای قالیباف دیدیم، به نظر شما آیا این رسوایی برای آقای قالیباف یا فراتر از اون برای سیستم دیپلماتیک کشور، سیستم سیاست بین الملل ایران؟ در مجموع و برای کل ایران خوب نبوده. بر تقدیر او حامل نامه‌ای بوده که این پذیرفته نشده. با توجه اینکه ما دیدیم آقای پوتین با رهبران آذربایجان و ارمنستان دیدار کرده بود، نه یک بار و بیشتر، برای اون ماجرای پروتکل‌های بهداشتی منتفیه.
پروتکل های بهداشتی به نظر من منتفیه و نمیتونست باشه و اصلا هم میتونستن اعلام نکنن، اصلا میتونستن مسئله نامه رو مطرح نکنن و فقط در یک حد دیدار رسمی یک رئیس پارلمان باقی بمونه و این رو استفاده برای تبلیغات انتخاباتی انجام نشه. اما روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر و به خصوص بعد از فروپاشی و در تمام دوران بعد از انقلاب ایران فراز و فرود داشته، یعنی این گونه نبوده که همیشه یکسان با یک روابط دوستانه و خوب و خیلی گرم و صمیمی بوده باشه. ما به یاد داشته باشیم که در جنگ شهرها که بر صدام حسین شروع کرد شهرها ایران رو با موشک میزد، این موشک‌ها رو روس‌ها در اختیار اونها قرار دادن و رابطه ایران روس در اون الان در فراز هستیم یا در فرود آقای فیروزی؟ من فکر می‌کنم اینجا یک در واقع ایجاد دست‌اندازی پدید اومده که باید از این عبور بکنن، ولی اما باید ببینیم که سیاست آقای بایدن چه خواهد بود. چون روسا ناکنین علی رغم همه جنگ‌های زرگری که بین آقای در واقع پوتین و ترامپ بوده، روابط در پس پرده خوب بوده در زمان آقای ترامپ برای آقای پوتین، فشارهای سنگینی رو به او وارد نمی‌کرد. بله. اما من تصور نمی‌کنم برای آقای بایدن اینجوری باشه. آقای بایدن در همون اولین سخنرانی خودش روسیه را هدف قرار داده و بازگشت به گسترش ناتو و پر کردن شکاف در واقع آتلانتیک برای او یه هدف نهایی است که خبر خوشایندی نیست. یعنی که پوتین دو تا هدف داره، یک بازسازی نوسازی اقتصادیش و دوم بازگشت به قدرتی که در دوران اتحاد جماهیر شوروی داشته متشکر. و این نوسازی اقتصادی دچار چالش جدی میشه. ممنونم از هر سه شما، آقایون آقای فیروزی، آقای اتابکی و آقای سلیمانی. متشکرم از هر سه شما و ممنونم از شما که بیننده برنامه صفحه دو بودید. برنامه بعدی رو ما رو روز پنجشنبه ببینید. این رو میتونید به صورت صدا روی اپلیکیشن های پادکست یا روی سایت یوتیوب مجدد تماشا کنید.